بینندگان عزیز برنامه پرونده، سلام بر شما. آه و فغان وحشت آلود آخوندها به خاطر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی پس از گذشت حدود 2 ماه همچنان ادامه داره. تمام مهره‌های ریز و درشت فاشیسم مذهبی حاکم، از سردمداران رژیم گرفته تا نماینده های مجلس ارتجاع، تا امام جمعه ها و تا پاسداران سیاسی و پادوهای وزارت اطلاعات در داخل و خارج کشور بر سر و صورت خودشون میکوبند و زجه میزنند. در برنامه امروز پرونده میخوایم به همین مسئله بپردازیم و علت اون رو برای شما توضیح بدیم. ابتدا اجازه بدید نمونه وار به برخی از این زجه های دردآلود نگاهی بیندازیم. فراخوانی آقای سفیر و اعتراض جدی به ایشون و محکوم نمودن اقدام در مورد سازمان منافقین و خارج کردن نام اونها و همچنین بقیه اقداماتی که ذکر شد، البته طبق معمول آقای سفیر بسیار از این مسائل رو گفتن به سرعت به لندن منعکس میکنن. ایران باید از سازمان ملل بخواهد که بررسی کند چرا دولت انگلیس از گروهی که سابقه تروریستی دارد حمایت کرده است. تا حالا با دوم دارن بشکن میزنن. بحبه پارلمان بریتانیا دیگه گفت ما تروریستی. مجاهدین این اقدام خروج از دوست و ناشی از تلاش‌های بی‌وقفه خودشون میدانند و در واقع معتقدند که تلاش شبان روزی و بی‌وقفه مقاومت این مسائل بود. بنده میخوام این نکته رو عرض کنم و اون این هستش: اگر در لیست قرار گرفتن مجاهدین توسط انگلستان در سر دروگار همونطوری که مجاهدین تعبیر میکردن به درستی مفهوم مضمون سیاسی داره، از لیست خارج شدن اونها هم مفهوم و مضمون سیاسی داره. چرایی و چگونگی ورود یا خروج فرقه رجوی در لیست‌های کشورهای مختلف متأثر از دیدگاه‌های امنیتی و همچنین دیدگاه‌های سیاسی کشورهای زیرفت می باشد. چه این گروه را تروریستی یا غیر تروریستی بنامیم، باید در نظر داشت که سازمان مجاهدین خلق قبل از هر چیز یک فرقه نابود کننده و خطرناک است. حجت الاسلام سبحانی نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دیدار با دیوید لیوینگتون نماینده مجلس عوام و حزب محافظه‌کار انگلیس، خواستار هر گونه تلاش نمایندگان مجلس عوام و دولت انگلیس در جهت قرار گرفتن نام این گروهک در لیست تروریستی آن کشور شد. رژیم آخوندی در یک نمایش مضحک که در برابر سفارت انگلستان در تهران برپا کرد، مدعی شد که خانواده‌های مجاهدین خواستار ابقای نام فرزندان خود در لیست تروریستی شده و علیه عزیزانشان شعار دادند که تروریست خوب و بد نداریم. تجمع کنندگان در نامه‌ای در قالب قطعنامه خطاب به نخست وزیر انگلیس نسبت به تصمیم دولت انگلستان در خروج نام منافقین از فهرست گروهک‌های تروریستی اعتراض کردند. فرقه تروریستی در روز 3 تیر ماه 1387 به کسب یک پیروزی سیاه نائل گشت. در این روز دولت مردان فخیمه استعمار کهنه به حذف نام این فرقه از لیست تروریستی رأی دادند. درست است که مردم ایران خاطرات بسیار بدی از رادیو بی بی سی در ذهن خود دارند، اما حال که این رادیو ادعای بی‌طرفی دارد، چرا دولت خود را در مقابل خطای بزرگی که مرتکب شده است
مؤاخذه نمی‌کنند. واکنش‌های آخوندها و عوامل و مزوراشون در قبال خروج سازمان از لیست تروریست رو به طور کلی میشه به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول تهدید و شانتاژ علیه دولت انگلیس، دسته دوم به کارگیری اهرم دیپلماسی رسمی توأم با جنگ روانی، و نهایتاً دسته سوم هم پاتک‌های دشمن علیه شهر اشرف به عنوان کانون استراتژیک نبرد بین مقاومت و رژیم آخوندی. البته این روش شناخته شده آخونداست که با تهدید و شانتاژ از ضعف طرف مقابلشون سوء استفاده میکنن تا اهداف خودشون رو پیش ببرن. توی سه دهه گذشته هم از همین روش مستمر استفاده کردن. فراموش نکردیم که در دهه های 80 و 90 رژیم با بمب‌گذاری و گروگانگیری در اروپا کار خودش رو پیش برد و دولت‌های غربی رو به مماشات و سازش کشوند. واقعیت اینه که سیاست مماشات با رژیم از یک طرف محصول همین روش شانتاژ و تهدید رژیمه و از طرف دیگه هم ناشی از مطامع دولت‌های غربی و منافع هنگفت اقتصادی اوناست که اونا از قبل رژیم و وطن فروشی آخوندها به دست میارن. البته الان دیگه سیاست مماشات به پایان عمر خودش رسیده. اما خوب نگاهی هم به نمونه هایی از سیاست تهدید و شانتاژ فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در مورد خارج شدن نام مجاهدین از لیست تروریستی بیاندازیم. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که با همین باید تأکید کرد که از این پس مسئولیت هر گونه عمل خشونتبار و تروریستی برخواسته از تعلیمات و ایدئولوژی فرقه‌ای رجبی نیز بر عهده همین سیاستمداران و دولت‌هایی است که به عنوان حامیان رسمی فرقه باید در محاکم بین‌المللی پاسخگو باشند. جمهوری اسلامی ایران دولت انگلیس را مسئول این تحول خارج کردن نام سازمان از لیست تروریستی انگلستان و تبعات بعدی آن و نیز هر گونه اقدام تروریستی بعدی این گروهک قلمداد می کند. رأی دادگاه استیناف انگلستان در یک حرکت سیاسی جریان تروریستی مجاهدین خلق را تطهیر نمود. از دولت انگلستان خواستاریم ضمن دقت نظر مجدد به پیامدهای مخاطره آمیز رأی دادگاه این کشور مبنی بر آزادی فعالیت این گروهک در انگلستان و در نتیجه عواقب امنیتی ناشی از آن بار دیگر تصمیم شتاب زده دادگاه را بررسی نموده و از پیامدهای قطعی آن جلوگیری نمود. ایران این اقدام شرم‌آور دولت انگلیس در غیر تروریست معرفی کردن این گروه تروریستی را هرگز فراموش نکرده و آن را به عنوان یک اقدام خصمانه علیه دولت و ملت ایران تلقی می‌کند. نمونه‌هایی از تهدید و شانتاژ رژیم و وزارت اطلاعاتش علیه انگلستان در قبال خارج شدن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی رو دیدیم. آیا عکس العمل‌های رژیم محدود به همین بود؟ نخیر. در قدم بعد وقتی رژیم از شوک اولی خارج شد، به کارگیری اهرم دیپلماسی رسمی توأم با جنگ روانی رو در دستور کار خودش قرار داد. رژیم از این طریق بیشترین فشار رو آورده و میاره تا به خیال خودش جلوی اجرای عدالت رو در انگلستان و اتحادیه اروپا بگیره. آخوندا در صددن به خصوص با استفاده از اهرم‌ها و انگیزه های اقتصادی، یعنی با بذل و بخشش های میلیاردی از کیسه مردم محروم ایران و قدرت نمایی های تروریستی و شانتاژ های اتمی کشورهای اروپایی رو به قانون شکنی وادار کنند و
و در واقع استبداد و اختراق خودشون رو میخوان به اروپا صادر کنن. از آذر ماه گذشته شماری از ماموران اطلاعات و نیروی قدس از جمله مسعود خدابنده به عراق فرستاده شده بودند تا به توطئه و شکایت علیه مجاهدان شهر اشرف بپردازند و یا نفوذی‌های رژیم در سیف را به ایران ببرند و یا روانه کشورهای اروپایی کنند. این مزدوران چند ماه در طبقه سوم هتل منصور بغداد که متعلق به سفارت رژیم است به سر بودند. سفارت رژیم در بغداد به اسم همین افراد یک شعبه اطلاعات را تحت نام بنیاد خانواده سحر در شهر خالص راه اندازی کرد. این ماموران از آن تاریخ به بعد برای اعزام مزدوران رژیم با پاسپورت جعلی و تقلبی به اروپا در مسیر تهران کرمانشاه و سرپل‌های رژیم در سلیمانیه، اربیل، استانبول و آنکارا در رفت و آمد هستند. عرضم حضورتون، مزدور مسعود خدابنده در مدت استقرارش در بغداد با تعدادی از مزدوران سپاه قدس در دولت عراق ملاقات کرد. یکی از سایت‌های وزارت اطلاعات با قدردانی از مزدور اجاره‌ای علیرضا نوری‌زاده می‌نویسد: یکی از اعضای اپوزیسیون از تلاش و زحمات مسعود خدابنده و همسرش خانم آن سینگلتون که در حال حاضر در عراق و در جهت نجات همفکران سابق خود از اسارت سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنند تشکر و قدردانی کرد. حالا آخوند دجال اژه‌ای رو نگاه کنین که میخواد چند جایی خوری بخونه. از این طرف خودش مامورینش از انگلیس به عراق میفرسته، بعد توسط عناصر سپاه قدس و عراق براشون نمایش ترتیب میده، بعد از طریق یه مزدور دیگرش یعنی علیرضا نوری‌زاده معلوم الحال با سخاوتمندی تمام تشکر و تقدیر میده. مرکز تحقیقات ریاست جمهوری رژیم در گزارشی که از حکم دادگاه استیناف انگلیس و پیامدهای آن تهیه کرده چنین گفته است: باید یک مجموعه اقدامات دیپلماتیک صورت بگیرد تا مانع از خروج مجاهدین از لیست اروپا و آمریکا شود. باید از مسئولین فرانسه خواست تا جایگزین انگلستان شده و مانع خروج مجاهدین از لیست اتحادیه شوند. سوپانینیا نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاء طی مصاحبه‌ای گفت: از تمام ظرفیت‌ها برای محکومیت بیشتر منافقین استفاده خواهیم کرد. و افزود: برای اقامه دعوا و محکومیت بیشتر منافقین در مجامع بین‌المللی از ظرفیت 70 گروه دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد. نایب رئیس سراسیمه کمیسیون امنیت آخوندها با نگرانی به خاطر تأکید جامعه جهانی بر پایگاه گسترده اجتماعی مجاهدین افزود: منافقین در اروپا با تبلیغات دروغین خود را دارای پایگاه اجتماعی وسیع معرفی کردند و این مسئله باعث شده تا برخی نمایندگان پارلمان‌های اروپایی برای حمایت از آنها وسوسه شوند و ناآگاهانه دست به حمایت از این گروهک بزنند. به دنبال ناکاموندن توطئه‌های رژیم آخوندی برای ممانعت از صدور احکام دادگاه‌های انگلستان مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی، وزارت اطلاعات شماری از مأموران پیشونی سیاه خودش در خارج کشور رو در تهران جمع کرد تا اونها رو مستقیماً نسبت به شرایط جدید توجیه کنه و اونها رو با دستورالعمل‌های جدید روانه محله مأموریتشون بکنه. یکی از این مأموران مسعود خدابنده بود که در حال حاضر یکی از فعالترین مأموران اطلاعات آخوندی در خارج کشور محسوب میشه و در سازماندهی و پیشبرد پروژه‌های وزارت اطلاعات در کشورهای مختلف اروپایی دست داره. مسعود خدابنده در ژوئن 2008 برای اجرای مأموریت‌های محوله به ترکیه و عراق سفر کرد. او از آنجا با پاسپورت ایرانی و از طریق مرز زمینی وارد ایران شد.
خدابنده در طول یک هفتهی که در تهران به سر می برد طی جلساتی توسط سرکردگان وزارت اطلاعات نسبت به وظایف و مأموریت‌های بعدیش توجیه شد. مسعود خدابنده پس از دریافت دستورالعمل‌های لازم در تهران در تاریخ 29 خرداد 1387 برابر با 18 ژوئن 2008 با پرواز شماره 434 شرکت هواپیمایی KLM با پاسپورت ایرانی از فرودگاه خمینی در تهران به آمستردام در هلند رفت و از آنجا با پاسپورت انگلیسی به انگلستان بازگشت. در جلساتی که این مزدور با سرکردگان وزارت اطلاعات در تهران داشت، مأموریت‌های جدیدش رو در خارج کشور دریافت کرد و در مورد انتقال مزدوران جدید رژیم از طریق کردستان عراق و ترکیه به کشورهای اروپایی هم توجیه شد. آمریکایی از سفر و ورود دو تن از مزدوران شناخته شده رژیم آخوندی به نام‌های مسعود خدابنده و آن خدابنده سینگلتون به آمریکا ممانعت کردند و آنان را ممنوع الورود به آمریکا اعلام نمودند. جالب اینجاست که آنها قصد داشتند با پاسپورت انگلیسی اقدام به سفر به آمریکا کنند. اما وابستگی آنها به وزارت اطلاعات آخوندی چنان آشکار است که حتی با پاسپورت و هویت انگلیسی هم اجازه ورود به آمریکا نیافتند. اطلاعات بدنام رژیم آخوندی از طریق یک انجمن پوششی در آمریکا به نام شورای ملی ایرانیان آمریکا به کارگزاری یک عامل شناخته شده آخوندها به نام تریتا پارسی قصد داشت این دو مزدور را روز 3 ژوئیه در جلسه‌ای در کنگره آمریکا به کار بگیرند. سایت‌های رژیم آخوندی و تریتا پارسی با وقاحت تمام علت عدم شرکت خدابنده و زنش در این جلسه را مشکلات تکنیکی یا مشکلات ویزایی اعلام کردند، در حالی که همه می‌دانند زوج مزبور تابعیت انگلیسی دارند و برای ورود به آمریکا نیاز به ویزا ندارند. جالب اینجاست که در جریان دادگاه انگلستان که منجر به صدور حکم حذف نام مجاهدین از لیست شد، معلوم شد که منبع بخش زیادی از اطلاعات محرمانه ای که وزارت کشور انگلیس علیه مجاهدین به دادگاه داده بود جعلیات همین مأمور وزارت اطلاعات رژیم یعنی مسعود خدابنده بوده. ابتدا وزارت کشور ادعا کرد که منبع اطلاعاتش محرمانه است، اما قضات گفتند هیچ دلیلی برای محرمانه بودن وجود نداره و به دولت هم دستور دادن که این منابع رو فاش بکنه و اینجا بود که دوم وزارت اطلاعات بیرون زد و معلوم شد که منبع این اباطیل همین مزدور خدابنده بوده. در مورد آن سینگلتون باید بگم که این فرد نزد پلیس و دادستانی فرانسه و همینطور نزد وزارت خارجه انگلیس بارها علیه مجاهدین و مقاومت ایران شهادت دروغ داده. در سال 2007 در جریان دادگاه پوک مدارکی که ارتباط بین مقاماتی در وزارت خارجه انگلستان و مأموران اطلاعات رژیم از جمله مسعود خدابنده و آن سینگلتون را نشان می‌داد افشا شد. آقای وینگریفیس نماینده وقت مجلس عوام انگلستان در استشهادش به دادگاه این طور می‌گوید: از محتوای ایمیل‌های اخیر افشا شده وزیر کشور و آن سینگلتون در پروسه‌های قبلی در مقابل این کمیسیون روشن است که مسعود خدابنده و آن سینگلتون تماس‌های نزدیکی با وزارت خارجه دارند. در پرتو این حقیقت که وزارت خارجه از هر گونه تماس با سازمان‌ها یا افراد ایرانی که نظر مثبتی به مجاهدین دارند امتناع می‌کند، تماس‌های وزارت خارجه با مسعود خدابنده و آن سینگلتون را می‌شود گفت حداقل عجیب است. از نظر من شکی نیست که هم مسعود خدابنده و هم آن سینگلتون یک کارزار سیستماتیک از دروغ پردازی علیه مجاهدین راه انداختند. این شک جدی نسبت به اعتبار آنها ایجاد می کند و سوالات جدی درباره تماس های این افراد با وزارت خارجه برمی انگیزد. اما این سینگلتون که ادعای زندگی عادی می کرد و می گفت همش توی خونه است و از بچهش نگهداری می کنه، دائم از طرف وزارت اطلاعات به ایران میرفت و برای مأموریت به این طرف و اون طرف اعزام میشد. آقای وینگریفیس که از طرف مجلس عوام انگلستان و البته به دلیل فشارهای بین‌المللی از زندان اوین بازدید کرده بود،
آن سینگلتون انگلیسی رو در زندان اوین دیده بود. اجازه بدین از رو متن بخونم. بعد خودش میگفت: با کمال تعجب دیدم که یک زن انگلیسی وقتی دیدم که یک زن انگلیسی اینطور آزادانه تو زندان اوین این طرف و اون طرف میره و مشغوله، دیگر همه چیز رو فهمیدم. بنا به شهادت وینگریفیس در دادگاه، مسعود خدابنده و آن سینگلتون از طریق وبسایتشان و نیز سایر فعالیت‌ها به نظر می‌رسد که تعداد کمی از افراد را هدایت می‌کنند که در یک کمپین تهاجمی شیطانسازی علیه مجاهدین فعال هستند. روزنامه ایندیپندنت به نقل از آن سینگلتون، مأمور آخوندها در انگلستان، می‌نویسد: مجاهدین تنها گروهی بود که در مبارزه با رژیم آیت الله خمینی در ایران بعد از انقلاب ظاهراً همه کار انجام می‌داد. رفتار آنان بسیار درستکارانه بود. آنان مصمم بودند علایق خود را صدای علایق جامعه‌شان کنند. من تمام وقت آزاد خودم را با گروه سپری می‌کردم. از کودکان اعضا مراقبت می‌کردم. به آشپزی می‌پرداختم و گزارش‌های رسانه‌ها را زیر نظر داشتم. بعد آنها گفتند که ازدواج ممنوع است. من نمی‌توانستم موافقت کنم. و دیگر نمی توانستم تحمل کنم. 3 سال دیگر گذشت تا من احساس کردم به اندازه کافی قوی شدم تا این گروه را به سوی یک زندگی بهتر ترک کنم. وی در همین مصاحبه منظور از زندگی عادی را چنین توضیح داد: من و مسعود خدابنده انرژی خود را بر کمک به دیگرانی که در سازمان گرفتار هستند معطوف کردیم. اما اکنون ما خانواده ای عادی هستیم. همسرم کار می کند و من خانه می مانم و از پسرم مراقبت می کنم و وبسایت های من را اداره می کنم. وینگریفیس در استشهادش برای دادگاه توضیح داد که بین 14 تا 17 ژوئن 2004 در یک مأموریت انسان دوستانه برای دیدار با 2 نفر که توسط سوریه و با نقض قوانین بین المللی روبوده شده و به ایران تحویل داده شده بودند به ایران رفته بود. یکی از این افراد ابراهیم خدابنده، برادر مسعود خدابنده، همسر آن سینگلتون بود. آقای گریفیس در این استشهاد افزوده است: متعجب شدم که آن سینگلتون را نزد او در اوین دیدم. او حتی پسر کوچکش را هم با خودش همراه داشت. او آزادانه آنجا میچرخید و در تماس مستقیم با مقامات ایران در زندان اوین بود. این تعجب آور است، در حالی که حقیقت روشن است که بستگان زندانیان سیاسی بسیار مشکل و یا غیر ممکن است بتوانند بستگانشان را که زندانی هستند ملاقات کنند. جسد زهرا کاظمی حتی به خانوادهش بازگردانده نشد. به علاوه سازمانهای حقوق بشری بین المللی از دسترسی به اوین محرومند. آن سینگلتون در ادامه مصاحبه با ایندیپندنت هدفش را اینگونه شرح داد و گفت: هنوز خودم را مسلمان می دانم. هنوز فکر می کنم سیستم اعتقادی خوبی است. اما گوشت خوک می خورم و در مشروب خوری افراط می کنم، چون هدف جدید من آگاهی دادن درباره خطرات فرقه مجاهدین است. در بررسی واکنش‌های آخوندها در قبال خروج سازمان از لیست تروریستی، تا اینجای برنامه به 2 دسته از تقسیم بندی کلی اقدامات رژیم، یعنی تهدید و شانتاژ و همچنین استفاده از اهرم دیپلماسی رژیم آخوندی پرداختیم. در این قسمت می‌خواهیم به 3 دسته از این تقسیم بندی، یعنی پاتک‌های رژیم علیه شهر اشرف به عنوان کانون استراتژیک نبرد بین مقاومت و رژیم آخوندی بپردازیم. ابطال برچسب تروریستی، اونم در این شرایط مشخص سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، یه پیام روشن بر رژیم داره. اونم به هم خوردن تعادل قوای قبلی و شنیدن صدای ناقوس مرگ خودشه. چون برچسب تروریستی محصول سرمایه گذاری چندین ساله رژیم و محصول سیاست مماشات بود که رژیم اونو با
به قیمت بذل و بخشش های چند میلیارد دلاری به دست آورده بود. اگه بخوام بگیم که روی کار اومدن آخوند خاتمی با اون همه عوارض منفی و سمی که داخل رژیم برای رژیم داشت چه منفعتی برش داشت، همین برچسب تروریستی برای سازمان مجاهدین و مقاومت ایران بود. حالا همه اینا رو داشت به باد میرفت. معنی برداشته شدن زنجیر و محدودیت از دست و پای مجاهدین و مقاومت برای رژیم خیلی مشخص بود. مقاومتی که وقتی تازه دست و پاش در زنجیر لیست تروریستی بود، اون ضربات کمرشکن رو با افشاگری های خودش در زمینه اتمی، در زمینه حقوق بشر، در زمینه توطئه‌های تروریستیش در عراق و در سایر نقاط دنیا به رژیم وارد میاره. با افشاگری 32,000 مزدورش در عراق، شبکه‌های رژیم رو در معرض ضربه قرار داد. خب خیلی مشخصه که وقتی چنین زنجیری رو بر دست و پاش نداشته باشه چی به روز رژیم میاره و به خصوص چه تأثیری بر روی مردم و جامعه ایران میذاره. بله، این همون کابوسیه که رژیم رو وادار به این قبیل اقدامات دیوانوار میکنه، از به کار گرفتن و سوزوندن تمام مزدورای خودش تا اقدامات جنایتکارانه‌ای مثل پرتاب موشک به اشرف. در گزارش مرکز تحقیقات ریاست جمهوری رژیم به دنبال حکم دادگاه استیناف انگلستان و پیامدهای آن از جمله آمده است: خروج مجاهدین از لیست تروریستی انگلیس و به دنبال آن اروپا در چنین شرایطی آلترناتیو بودن آنها را مسلم می‌کند و تاثیرگذاری آنها را در جامعه بیشتر می‌کند، به خصوص که ارزیابی ارگان‌های اطلاعاتی نشان از پایگاه اجتماعی مجاهدین دارد. علاوه بر اعضای خانواده‌های اعدامی‌ها، آنها به طور گسترده در دانشگاه‌ها و جوانان هوادار دارند. به عنوان یک نتیجه گیری و یک جمع‌بندی از صحبت‌های مختلفی که شد، اجازه بدید فقط به صحبت آخوند سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رژیم در مصاحبه با یکی از سایت‌های وزارت اطلاعات موسوم به حابیلیان که در تاریخ 27 تیر 87 انجام شده اشاره کنم. این فرد میگه باید از تمام ظرفیت‌های موجود میان ایران و اروپا استفاده شود تا ادامه تحرکات منافقین در اروپا محدود شود و منافقین در برنامه خود، یعنی فتح سنگر به سنگر کشورهای اروپایی، ناکام بماند. ملاحظه میکنید که رژیم با چه صراحتی وحشت خودش رو از فتح سنگر به سنگر کشورهای اروپایی ابراز میکنه. فکر میکنم به اندازه کافی گویاست. بینندگان عزیز، از توجه شما نسبت به این برنامه تشکر میکنم. تا هفته آینده و یکی دیگر از برنامه های پرونده، خدا حافظ.